عرض ادب خدمت شما بچه های عزیز، ببخشید موام خرابه، اونقدر نکته دفترچه ها بچه زیاد بود و خبرهای آنچنان خوبی هم ندارم متاسفانه از دفترچه، که همه رو میخوام الان براتون توضیح بدم. پس اگه میخوای الکی نخونی بعد بری کنکور بدی ببینی اه مثلا فلان چیز فلان شده، من چطور متوجه نشدم؟ به خاطر اینکه تا آخر ویدیو رو نمیبینی. پس اگه نمیبینی هرچی جلوتر بری بدتر برات اتفاق میفته، پس لطفا این ویدیو رو تا آخر ببینید. مورد اول، بچه ها شرط سنی فرهنگیان رو میخوام توضیح بدم، تغییر کرده. و مهمتر از همه، بچه های کنکور ریاضی، انسانی و تجربی، همونطور که میدونید 50% این کنکورها کلن تأثیر داره، 50% تأثیر سوابق. کسی که میخواد فرهنگیان ثبت نام بکنه و کد رشته هاشو بخره، چی بهش میگن، سریال ثبت نامو بخره، 50% باقی موندهش برای فرهنگیان فقط 25% کنکورش تأثیر داره. یعنی چی؟ 50% سوابق، 25% مصاحبه، 25% کنکور. یعنی به راحتی شما میتونی فقط اون تراز تو کسب بکنی بری وارد فرهنگیان بشی، به شرط اینکه نمره سوابقت بالا باشه. اوکی بچه ها، اینم از این مورد، اگه اینو برداریم. خب و اما برای کنکور زبان، چون 28% هستش و 25% مصاحبه، تقریبا 50% کنکور، 25% مصاحبه است و عملا برای کنکور زبان هیچ اتفاقی نیفتاده، چون همون 28% سوابق سر جای خودشه و کنکور رو هم باید بدن. تراز اومده پایین و به راحتی میتونید به قول معروف اون کارهای لازم رو انجام بدید و خودتون رو موفق بکنید. کنکوریای زبان وضعیتشون خیلی خوبه. همونطور که گفتم دفترچه اومده و نکته هایی که وجود داشت، مورد اول این بود، شما میتونی در واقع ثبت نام نکنی برای فرهنگیان و فقط دفترچه های کنکور سراسری تو برای دانشگاه های سراسری تحویل بگیری. اگر فرهنگیان ثبت نام کردی و سریال علاقمندی رو خریداری کردی، بعد از اینکه کنکور تو دادی یه دفترچه دیگه میاد به عنوان دفترچه اختصاصی فرهنگیان برای همه کنکورها. چی داره این دفترچه فرهنگیان؟ اجازه بدید بچه ها، این دفترچه فرهنگیان متاسفانه 3 منبع تخصصی داره. من اصلا نمیدونم این منابع از کجا باید تهیه بشن. هوش و استعداد معلمی، ضریبش 3، تعلیم و تربیت اسلامی، ضریب 2، فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی، ضریب 2. اینا تازه اضافه شدن، یعنی دروس اختصاصی، آزمون اختصاصی فرهنگیان هستن که بعدن یه 20 روز 30 روز بعد میشه مشخص بشه که این در واقع منابع از کجا میان، از کجا باید تهیه کنیم. فقط بچه مرتبط با بیشتر هوش و تاریخه، یعنی چیز زیاد خاصی نیستش که گفتم بعدن ما این منابع رو اوکی میکنیم. باید پرسجو بکنم، پیگیری بکنم، ممکنه 10-20 روز طول بکشه و بعد از اون این منابع رو برای کسایی که میخوان فرهنگیان شرکت کنن در اختیارشون قرار بدیم برای بچه های مشاوره خودمون. این از این مورد. مورد بعدی که وجود داره، متاسفانه من عذرخواهی میکنم، کسایی که فرهنگیان میخوان شرکت بکنن سن شده 22 سال و حد اکثر سن 22 ساله. کسایی که 23 هستن نمیتونن شرکت کنن. من واقعا متاسفم، من تقصیر من نیست، تقصیر اوناست که این رو آوردن روی کار و نمیدونم چرا همچین اتفاقی افتاده. به خاطر اینکه خیلی ها از تیر ماه شروع کردن، دارن مطالعه میکنن و زحمت دارن میکشن، الان مجبورن هدفشون رو عوض کنن، چون نمیشه که بدون تحصیل بمونن. آیا میشه بدون تحصیل بمونن؟ میشه درس نخونن؟ مجبورن هدفشون رو عوض کنن دیگه، چاره نیست. واقعا میخوای چیکار کنی؟ چاره نیست، باید بخونی. و واقعا من متاسفم برای این مورد. و در واقع مبنا اول مهر هر سال تحصیلیه، یعنی مثلا اگه شما میخوای کنکور بدی تیر ما میرسی به مثلا 21 خورده ای، زمانی که وارد دانشگاه میشی باید سنت 22 کمتر باشه، تموم شد و رفت، نه موقع ثبت نام. اوکی. و دیگه بچه ها بذارید ببینم توی دفترچه چی نوشته. چیز خاصی نداره، فقط حداقل معدل رو هم 14 اومده بیان کرده و
و بچه ها یه نکته مهم همین الان خبرشو پیدا کردم، اگه بخوای توی فرهنگیان قبول بشی 50% نمره کتبی خورداده برای کسایی که دارن چیز میکنن، دارن برای کنکورهای اصلی میخونن نه زبان. 50% نمره کتبی خورداد، 15% کنکور، 10% آزمون اختصاصی که اونم یعنی کنکور، و 25% مصاحبه. اینو قبلا هم خدمتتون گفته بودم، من تا اون 25% کنکور هم تقسیم شد بین 15% منابع کنکور و 10% آزمون اختصاصی، و این برای کنکورهای اصلی بیشتر دفترچه رو منتشر کرده. من دارم توی قسمت زبان میگردم چیز خاصی رو پیدا نمی کنم، ولی خب به صورت کلی برای زبانی ها کلن همون 28% درصد تخصصی مصاحبه هم که به راحتی همه میتونن از پسش بر بیان. پس فقط باید خوب بخونی، یعنی اگر همین اصلا کنکور 1% وقتی ترازتو نرسونی چطوری میخوای بری مثلا فرهنگیان؟ اوکی، این از این مورد. حالا وایسید اجازه بدید بچه ها یه مقدار دفترچه رو نگاه کنم، و متاسفانه سن هی شده 22. کسایی که فرهنگیان رو انتخاب میکنن توی خرداد ما نتیجهشون مشخص میشه و میتونن ببینن که آیا قبول شدن یا قبول نشدن. این از این مورد، و دیگه چیز دیگه نمونده که بخوام براتون توضیح بدم. واقعا بچه من متاسفم که همچین اتفاقی برای کسایی که میخواستن فرهنگیان بدن افتاد، چون به هر حال نمیشه که اگه سنتون بالاتره نمیشه ول کنید. میخوای چیکار کنی؟ بدون تحصیل تو ایران هم رات نمیدن که بخوای حتی زندگی بکنی، هیچ وقت. بدون تحصیل خارج رات نمیدن، ایران رات نمیدن، هیچ جا استخدام نمیشه، میمونی ور دل خانواده. پس باید درس بخونی، چاره نیستش. من واقعا بچه بازم متاسفم، خبر جدیدی باشه حتما در اختیارتون میذارم، منتظر اخبار جدیدم باشید.